صدها سرباز پلیس در غرب کشور از دوره های آموزشی نظامی و آشنایی با سلاح M16 سند فراغت گرفتند. برای نخستین بار بیش از 200 تن از افسران پلیس نحوه استفاده سلاح M16 را آموختند. به این آموزش ها همچنان ادامه دارد. مسئولان مرکز آموزشی پلیس زون 606 انصار میگویند وضعیت امنیتی 4 ولایت این حوزه قناعت بخش است و توظیف این نیروها به بخش های مختلف این 4 ولایت نیز امنیت را بهبود میبخشد. محسن کریمی با جزئیات بیشتر. نیروهای تازه نفس پس از آموزش های نظامی آماده میشوند تا به میدان های نبرد بروند. سربازان و افسران که دوره های ابتدایی آموزش نظامی را فرا گرفتند. بیشتر این سربازان در کنار آن نحوه استفاده از سلاح M16 را نیز یاد گرفتند. سلاح هایی که به تازگی از سوی وزارت داخل خریداری شده و قرار است پلیس ملی به همین سلاح مجهز شوند. در اینجا مرکز تربیتی پلیس در غرب افغانستان بیش از 200 تن از افسران به مدت 2 هفته آموزش نحوه استفاده از سلاح M16 را فرا گرفتند. دوره 80 پلیس ملی ما با کمیت 61 نفر امروز فارغ شدند و به تعداد 209 نفر هم آشنایی با سلاح M16 که سلاح نوی که انشاءالله در آینده در سطح پلیس ملی قرار میگیره اون هم امروز فارغ شدن آشنایی حاصل کردن که بخیر در آینده سلاح جدید برشان توضیح بشه. با این حال مسئولان این مرکز آموزشی میگویند سربازان پلیس در مدت کوتاه تاکتیک های نظامی را آموختند و حالا پس از فراغت قرار است به بخش های مختلف کشور به منظور تأمین امنیت فرستاده شوند. پس از این مراسم مسئولان امنیتی به گونه آزمایشی در میدان آموزش نظامی پلیس سلاح M16 را امتحان کردند. فرمانده زون 606 انصار در غرب کشور اطمینان می‌دهد که وضعیت امنیتی در این حوزه کاملا در کنترل نیروهای امنیتی است و این سربازان توانایی مبارزه با مخالفان مسلح را دارند. ما برای مردم هرات اطمینان از این را میتم که فرزندای هزیا و برای مردم زون غرب اطمینان از این را که فرزندای هزیا توانایی دفاع از حیثیت و شرف و ناموس هزیا را دارند. آنچه که پیش میاد فقط یه حوادث است، ولی این به این معنا نیست که دشمن برای یا توافق پیدا کنه یا برتری پیدا بکنه. در این حال شماری از سربازان در این مرکز آموزشی میگویند با همه تاکتیک های نظامی در این دوره آموزشی آشنا شدند. این سربازان تاکید میکنند که به منظور تأمین امنیت و حفظ جان مردم کشور از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد. ز دخپل هواد نه یا وزاره خاور نه غکم امنیت کوم که هر څوک زما په وطن باندې یو هغه کوي نو زه د هغه ته زما په وجود کې یو سات کوي نه یم زه به دې دندې پاکوم او زه به د خپل وطن پسه هغه به نثر ورکوم او زه ما دې هغه ته راغلی یم او زه د خپل وطن نه دې پاکوم. در مقابل دشمن تا آخرین لحظه که نفس به بدن ما باشه و قطره خون به جان ما باشه ما میتونیم در مقابل از این دشمن و ما در مقابل از این کسایی که وطن تخریب میکنم و آشوب میکنم ما تا آخرین لحظه استادگی داریم. این برای 80مین بار است که مرکز تربیتی پلیس در غرب کشور صدها سرباز را از دوره های مختلف آموزش نظامی فراغت می دهد. در کنار این بخش های ارتقای ظرفیت افسران جوان نیز در این مرکز آموزش داده می شود.